آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. سلام و ابراز تبنیات قلبی، خوش وقت هستیم که با پخش برنامه امروز نگاه یک بار دیگر در خدمت شما دوستان و عزیزان قرار میگیریم. و طور که میدانید امروز سه‌شنبه هفتم جوزای سال 1392 هجری خورشیدی برابر با 28 ماه می سال 2013 میلادی میباشد. بر روال معمول نخست می پردازیم به بازتاب بعضی از روزنامه های خارجی. در ادامه میریم به سراغ روزنامه ها و جراید داخلی و در پایان هم طبق معمول تبصره روز یا سخن روز تقدیم حضورتان می شه. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد پس از یک دهه جنگ در افغانستان و در حالی که با پایان رسمی ماموریت نظامی قوای بین المللی در این کشور مدت یک سال باقی مانده، نیروهای آمریکایی بالاخره امسال به صورت کامل به نقش حمایتی رو می آورد و رهبری عملیات ها را به نیروهای افغان می سپارد. روزنامه اعلام می کند که نیروهای آمریکایی بیشتر به تعلیم و تربیه نیروهای امنیتی افغان تمرکز دارند تا خودکفا شوند. نیویورک تایمز به طور مثال از لوای سوم اردوی آمریکا یادآوری میکند که قماندان آن در 10 سال گذشته 5 دوره در افغانستان خدمت کرده است. او در مورد انتقال مسئولیت به قوای افغان و تعلیم این نیروها به نیویورک تایمز گفته است این جنگ به همین طریقه به پایان میرسد. به جنگ بزرگ نمی انجامد، همین طور به خاموشی خاتمه خواهد یافت. از سوی دیگر نشریه نشنال انترست می نویسد که مهارت‌های اساسی و پلانگذاری عملیات قوای امنیتی افغان به خاطر سرمایه‌گذاری‌های بزرگ آیساف یا قوای امنیت بین‌المللی روز به روز رشد می کند. این نیروها آهسته آهسته دارای امکانات نسبی می شوند، ولی باز هم فرسایش سالانه بیش از 30% و بی‌سوادی گسترده میان عساکر سطح مهارت عمومی آنها را محدود می سازد. نشنال انترست در مقاله تحلیلی خود در مورد نیروهای امنیتی افغان می افزاید در حالی که نیروهای بین‌المللی تعداد عساکر خود را در این کشور کاهش می دهد، امور سیاسی در افغانستان جدیت اختیار می کند. انتخابات سال آینده باید انتقال پیروزمندانه قدرت از رئیس جمهور کرزی به یک رئیس جمهور منتخب دیگر را تمثیل کند که او دومین رهبر ملی پس از سقوط رژیم طالبان خواهد بود. نشریه اعلام می کند که کارشناسان سیاسی انتقال قدرت به رهبر دومی منتخب را یک واقع محوری در دموکراسی های نوبنیاد تشخیص دادند، به خاطر که چنین انتقال عموما نقطه ناکامی بوده است. نشریه نشنال انترست اعلام می کند که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به مقامات ارشد بین‌المللی تعهد سپرده است که او از قدرت کنار می رود. اگر چنین هم شود، بازم افغانستان در یک وضعیت نازک توازن قدرت قرار خواهد داشت که رئیس جمهور کرزی با شریک ساختن دلالان قدرت که اکثر آنها جنگ سالاران قبلی اند، یک توازن داخلی نازک را با هم پیوند داده است و نگهداری چونین یک توازن نهایت مشکل است و شک نیست که بقای کرزی در قدرت از انتخابات ناقص هم ناگوارتر خواهد بود، چون حتی ظاهر دموکراسی هم متلاشی خواهد شد. خب بریندار جمعند، میریم به سراغ تبصره های از چند روزنامه داخلی. روزنامه های چاپ امروز کابل
بیشتر تحلیل و تبصره هایشان را به موضوع اعتصاب و مظاهره شماری از محصلین پوهنتون کابل اختصاص دادند. از جمله روزنامه سرنوشت در صفحه اول خود به نقل از کمیسیون ارزیابی نوشته که اتهامات محصلین پوهنزه علوم اجتماعی بی بنیاد و بی اساس است. این روزنامه اعلام میکند که پس از تحقیق روشن شده که هیچ گونه حق آنان تلف نشده است. روزنامه به نقل از مظاهره کنندگان می نویسد که در عقب برکناری رئیس پوهنزه یاد شده برخی حلقات سیاسی دست دارند. در تبصره آمده است هرچند این موضوع ثابت هم شد که حق مسئولین تلف نشده، اما پاسخ مثبت حکومت به خواستهای آنان چه معنا دارد؟ نویسنده تبصره از حکومت می خواهد تا من بعد با بررسی های دقیق و دریافت رای حل های معقول منافع ملی را در نظر داشته باشد. روزنامه ویسا همچنان به نقل از مسئولین پوهنزه علوم اجتماعی نوشته است که آنان خواهان اعاده حیثیت استادان و مسئولین این پوهنزه از نهادهای عدلی و قضایی شدند. روزنامه محور نیز در یک تبصره دیگر می نویسد که لازم است پس از این وزارت تحصیلات عالی رؤسا و استادان پوهنتون‌ها برای ایجاد تغییر مثبت در فضای تحصیلی باید از قبل جلو طرح‌ریزی همچون برنامه ها را بگیرند. به باور نویسنده حکومت باید به نجات این نسل جنگ زده و نیم جان در فضای تعلیمی اولویت داده، ضایع شدن یک ساعت درسی بدین معنا خواهد بود که با دست باز آنان را از محیط تحصیلی میکشیم و به میدان جنگ میفرستیم. روزنامه در پایان مقاله به مشکلات تازه ایجاد شده در چوکات وزارت تحصیلات عالی اشاره کرده می نویسد که وزارت تحصیلات در راستای ایفای مسئولیتهایش ناکام بوده است. در همین حال روزنامه آزاد خدمتگار هم در یک مطلب دیگر می نویسد که تطبیق عدالت جوهر اصلی تمام تعهدات اجتماعی می باشد. به باور نویسنده این مطلب هرگاه متهمین در این قضیه برات بگیرند احتمال می رود که برای مسئولین مدعی مجازات تعیین نخواهد شد. برای مسئولین مدعی مجازات تعیین نخواهد شد. هرچند با این ادعا آنان به شخصیت متهمین در اجتماع صدمه وارد هم شود. نویسنده از مقامات عدلی و قضایی می خواهد که با استفاده از فرصتها برای تقویت و تطبیق عدالت کارهای بیشتر انجام دهند. خب بیرین در جمعند ای بود باستاب برخی از روزنامه های داخلی و خارجی. البته شما شاهد هستین که موضوع عدم تصویب قانون منع خشونت در داخل و خارج افغانستان سر و صداها و نگرانی های را ایجاد کرده، تا جایی که در هفته گذشته ده ها تن از افغان های مقیم لندن و شهرهای اطراف آن در برابر سفارت افغانستان در این شهر جمع شدند و به تصمیم اخیر ولسی جرگه افغانستان برای تغییر و تعدیل در قانون منع خشونت علیه زنان اعتراض کردند. در کابل هم تظاهرات در مخالفت با تعدیل این قانون از سوی گروهی از فعالان جامعه مدنی و مسئولین برگزار شد. اشتراک کنندگان در این تظاهرات نیز با صدور قطعنامه به لزوم برخورداری قانونی همه اتباع افغانستان به ویژه زنان از حقوق و امتیازهای برابر، محافظت قانونی از حقوق انسانی زنان و محافظت قانونی از حقوق قانونی زنان را ضامن استقلال، پیشرفت و نجات کشور از طالبانیزم و تهجر دانستند. با هم میریم این ویدیو کلیپ جالبه به تماشا می نشینیم. با ما باشید. عدالت حق ماست. عدالت حق ماست. ترس از آینده نامعلوم این زنان را به خیابان کشنده. حق ماست. حق ماست. اعتراضشان به تصویب نشدن قانونی است که از حق آنها دفاع می کند. قانون منع خشونت علیه زنان. قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب
تحریر کنه. ما خواستار ازی هستیم که بدون معاملات سیاسی قانون من خشونت علیه زنان بدون تغییر بدون تعدیل تصویب شه و امرای ازی بازی سیاسی نشه، بخاطر که ما به این باور هستیم که حق انسان بر معامله نیست، حق انسان بر ازی است که حفاظت شه، بر ازی است که برش مبارزه صورت بگیره، بر ازی است که مورد مراقبت قرار بگیره. خواهش میکنم که دوستا، بیش از 3 سال است که دادگاه های افغانستان عاملان خشونت علیه زنان را بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور مجازات میکند، اما 2 هفته پیش عده‌ای از نمایندگان مجلس این فرمان را مخالف ارزش‌های شرعی خواندند. اگر موضوع خشونت است، خدا میگه که شما زیب و زینتتان آرایشتان به نامحرم نمیتونین نشان بدین. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، کی میتونه در مقابل از ایستاد شود؟ اگر خشونت است، یام در برابر شهوارش خشونت است. زنان معترض در اینجا از دولت و همکاران بین المللیش میخواهند نگذارن حق زنان قربانی سلیقه های افراد خاصی شود. در دومین هفته رد قانون منع خشونت علیه زنان از طرف پارلمان افغانستان، عده ای از زنان اینجا جلوی در پارلمان گرد آمدند و خواهان تصویب قانون رد شدند. یافته های نهادهای دفاع از حقوق زنان نشان می دهد که در یک سال اخیر خشونت علیه زنان بیش از 3000 مورد بوده. از این میان بیش از 50% آن خشونت های خانوادگی است. حالا این زنان نگرانند که اگر این قانون تغییر کند و یا رد شود، ممکن است موارد خشونت علیه زنان هم بیشتر شود. بهار جویا. البته اشتراک کنندگان تجمع در لندن شعارهای در حمایت از قانون فعلی منع خشونت علیه زنان سر دادند و در قطعنامه‌ای که در پایان این تجمع به مقامات سفارت افغانستان تحویل دادند، از رئیس جمهور حامد کرزی خواستند در کنار زنانی بیستد که در 2 دور انتخابات ریاست جمهوری با آرای خود در کنار وی ایستادند و با استفاده از صلاحیت هایی که قانون اساسی برای رئیس جمهور در نظر گرفته است، این قانون را از دستور کار ولسی جرگه خارج کند. همچنین این قطعنامه از استره محکمه افغانستان، وزارت داخله و وزارت عدلیه خواهان ضمانت اجرایی برای این قانون در محاکم و اداره های پلیس کشور شده است. اشتراک کنندگان از ولسی جرگه نیز خواستند تا با استفاده از تجربه سایر کشورهای مدرن اسلامی و الگوبرداری از اصلاحات قانونی که این کشورها در راستای تعیین حداقل سن ازدواج، از بین بردن ازدواج اجباری، مشروع ساختن ازدواج مجدد بر رضایت همسر اول و رعایت شرایط آن، حمایت از خانه های امن برای تامین امنیت زنان به وجود آورده اند، از قانون محو خشونت علیه زنان حمایت نموده و آن را بدون کم و کاست و تعدیل هر چه زودتر به تصویب برساند. در قطعنامه از لتوکوب، قتل، تجاوز، ازدواج اجباری، ازدواج پیش از سن به عنوان نمونه های از انواع خشونت های آشکار و پنهانی نام برده شده است که زنان و کودکان افغانستان سالها گرفتار آنها بودند و شورای ملی خواسته شده است تا روند بازنگری و اصلاح قانون منع خشونت علیه زنان که در کنار قانون اساسی افغانستان می تواند تضمین برای پایان دادن به موج گسترده خشونت علیه زنان باشد، متوقف گردد و این قانون به صورت کامل و بدون تغییر به تصویب برسد. در قطعنامه از جامعه جهانی نیز خواسته شده تا حق و عدالت را محور عملکرد خیش در افغانستان قرار دهند و در کنار مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، از مبارزه با پایمال شدن حقوق زنان و خشونت و تبعیض علیه آنها غفلت نورزند. کمتر از 2 هفته پیش بود که ولسی جرگه افغانستان بندهای از قانون منع خشونت علیه زنان را که در سال 2009 توسط حامد کرزی توشی شده و از آن زمان تا کنون در نهادهای قضایی کشور نافذ و قابل اجراست، مغایر اسلام تشخیص داد و با عدم تصویب آن خواستار تعدیل در این ماده ها و تطبیق آن با شریعت اسلامی گردید. پس از آن که مشوره های نمایندگان جامعه مدنی و فعالان حقوق زنان در کابل با نمایندگان پارلمان برای تصویب بدون بازنگری و تغییر این قانون به جای نرسید،
پای این موضوع به شبکه های اجتماعی یعنی شبکه های فیسبوکی باز شد و معترضان به تغییر این قانون با ایجاد صفحه ها و گروه های آنلاین در فیسبوک تلاش کردند تا از این طریق مخالفتشان را با تصمیم ولسی جرگه ابراز نمایند. این اقدام مباحث جدی و گاه طولانی را در شبکه های اجتماعی یا فیسبوک پیرامون این مسئله در پی داشت و موافقان و مخالفان این طرح به گفتگو و تبادل نظر پرداختند که در برخی موارد منجر به بحث و جدل‌های تندی نیز شده است. از جمله خانم ناهید باقی که صفحه‌ای را در فیسبوک برای مخالفت با تغییر قانون منع خشونت علیه زنان راه انداخته است نوشته است: هدف ما از آغاز این حرکت این بود که یک صدای واحد و رسا در اعتراض به نادیده گرفته شدن حقوق حقه و انسانی زنان افغانستان از سوی حکومت و پارلمان بلند شود و خوشبختانه این صدا لحظه به لحظه رساتر و قویتر می شود. خانم شکریه عرفانی در صفحه فیسبوک خود گفته است: ما نمی خواهیم دختران خردسالی که هنوز حتی بدنشان شکل بدن یک زن را نگرفته است به شوهر داده شوند و مورد بهره‌کشی جنسی قرار بگیرند. نمی خواهیم خانواده که شکل انسانیش یک زن و یک مرد و کودکانشان هستند به طویله از یک نر و چند ماده بینوا و کودکان سرگردان بدل شود. نمی خواهیم دخترانمان فروخته شوند و تمام عمر را در زندان مردانی سپری کنند که مورد خواسته ایشان نیست. البته تمام کسانی که در شبکه های اجتماعی می نویسند موافق تصویب قانون منع خشونت علیه زنان نیستند و برخی نظر نمایندگان ولسی جرگه در مورد مغایرت مواد از این قانون با اسلام را تایید می کنند و برخی دیگر مشکل را در تصویب یا عدم تصویب قانون نمی دانند بلکه فرهنگ مرد سالاری در افغانستان را در کنار بیسوادی و عدم آگاهی عمومی در میان مردم از عوامل عمده رواج خشونت علیه زنان در کشور می پندارند. ایده دیگری هم هستند که با وجود مخالفت با تغییر این قانون بلند کردن صدای اعتراض را بیفایده می دانند و معتقد هستند که حکومت و پارلمان سرگرم بازی ها و معامله های سیاسی خیش هستند و در این میان توجه و اهمیت به حقوق مردم مخصوصا زنان قائل نیستند و صدای اعتراضشان را نخواهند شنید. نخستین اعتراض خیابانی در مخالفت با بازنگری قانون منع خشونت علیه زنان را دختران و زنان در ولایت باستانی هرات براه انداختند. در این اعتراض تعداد از اشتراک کنندگان جلسه ای که برای بررسی این قانون و تصمیم پارلمان در مورد آن برگزار شده بود پس از پایان مراسم به خیابان آمدند و برای دقایق شعارهای حلقه هرات را مسدود کرده و شعارهای در مخالفت با تغییر این قانون سر دادند. علاوه بر تجمع مقابل سفارت افغانستان در لندن و تظاهرات در کابل، شنیده ها از برنامه ریزی برای برگزاری تظاهرات مشابه در شهرهای هرات و مزار شریف و در خارج از کشور در فرانسه، نروژ و کانادا حکایت دارد. در میان این موج مخالفت ها و موافقت هایی که براه افتاده است و با تمام خوشبینی ها و بدبینی هایی که ابراز می شود، آنچه که تاکنون مشخص نیست، موضع رسمی حکومت افغانستان و شخص حامد کرزی رئیس جمهور است که این قانون را 3 سال پیش توشی کرده است. قانون منع خشونت علیه زنان پس از عدم تصویب در پارلمان برای بازنگری و تعدیل به کمیسیون های مسئول ارجاع داده شده است. اما تاکنون نتیجه این بازنگری مشخص نشده است. با این همه مخالفان تغییر این قانون میگویند در هر صورت به اعتراض و ابراز مخالفت خیش ادامه خواهند داد. خب بیننده ارجمند، همتنان ارجمند و عزیز،
این بود آنچه را که امروز خدمت شما آماده ساختیم و پیشکش حضورتان کردیم. بریم به سراغ تلفن های شما دوستان و عزیزان و به نام خدا اولین تلفن را برمی داریم. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. جناب مسلمی هستم، سلام و احترامات خود خدمت شما می رسانم. زنده باشه، من خدمت شما سلام و احترام تقدیم می کنم. خوش هستم که شما را ساعت و سر حال می بینم، همیشه کامیاب و کامگار باشین. زنده باشین، لطف میکنین. میره بانی کنم. جناب مسلمی هستم، شما ببینید که امروز افغانستان در یک مزله بسیار خطرناک داخلی گیر مانده که اگر بگوییم بالاتر از مسئله طالب است. آقای کرزی بسیار تلاش دارند که مسائل داخلی و قومی را بسیار تضادش بالا ببرند و نفاق پرسند به خاطر که حکومت خودشان اگر بتانه بقا پیدا کنند. شما ببینید در این 700 نفر یا 70 نفر برادرای اولادای عزیز قوم عزاوی ما که در پیشروی پارلمان اینا مظاهره کرده بودند، واقعا اگر یک حکومت یا یک رئیس جمهور درست می بود و اون طرف یک تعداد برادرهای دیگه بر علیه از اینا مظاهره کردن، از امون پیسای باد برده در بابای نقصر یک دعوت تصدیب می کرد علی افتاد یا افتاد نفری که در پیشروی پارلمان بود و اون نفرهای دیگر را می خواست تردیشان و مابینشان من داد روی های از اینا را ماش می کرد، اول نفاق از اینا را حل می کرد، باز می دانست که یک رئیس یا یک معلم برطرف کنه. اما شما ببینید که یه هنوز هم نفاق در بینشان زیاد کرد و یک حرکت یک طرف کرد و اون طرف های دیگه که امروز نقطه گرفتن یک نفاق بسیار بزرگ در بین پانتون ما ایجاد شد که را پیشروی شکستان ایجره و دامن از این اتفاق بلاخره به کجا میرسه که ما بین پشتون از آره یک آن مقال دیگر گزه. لحاظا مساجه که میبینم تمام این امین فاق انداختن ها و تمام این بدبختی ها از دست خود حکومت هست و از دست یک حکومت نارست هست. اگر نمیتونست که یک دولت بر یک چار پیس از دفت درار کنه از دو طرف رو بخواه روی شما درست هست آشتی به دازه برم. زنده باشین، تشکر. زنده باشین، تشکر. متاسفانه رئیس جمهور در 11 سال یا 12 سال گذشته هیچ حرکت برای ایجاد وفاق ملی در افغانستان نبرداشته، بلکه همیشه نفاق در بین اقوام افغانستان دامن زده. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. من خدمت شما سلام و احترام تقدیم میکنم، بفرمایید. در خدمت شما هستم. زنده باشین، فضل خدا. من میخواستم باره امینمی قانون منه که من خشونت علیه زنان بله بله سر زمین میخواستم یک گپ مختصر بگم. چرا نی؟ بفرمین. کس انکار نمیکنه که این موضوع بسیار مهم است افغانستان و باید حل شه، اما موضوع کلانتر یا چی بگم مشکل مهمتر. کلانتر مشکل حاکمیت قانون است که در افغانستان ایجاد نداره. تا که میسایی قانون اساسی تطبیق نشه بله نشه بلا چی نشه اجرا نشه و فکر نمی کنم که دیگه موضوع یا مشکلاتی که افغانستان داره حل شه دیگه. فقط اینمی. زنده باشین، تشکر از نظرتان، لطف کردین، مهربانی کنین. زنده باشین. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. آقای مسکین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم، من خدمت شما سلام و احترام تقدیم میکنم و در خدمت شما هستم، بفرمایید. موفق باشین. میخواستم یک سوال کنم، مسکینیار صاحب در انتخابات افغانستان خود کاندید نخواهد کردی؟ نخانی، ما خودم خود کاندید. تشکر، ما خودم کجا خود کاندید میکنم؟ ما از یک کاندید مشخص، البته طوری که قبلا اعلان کردیم و تعهد سپردیم، از یک کاندید مشخص جانبداری خواهد کردیم و ما هم آدم همین شخصیت فعلا بهترین فرد یافتیم برای نجات افغانستان از این منجلاب بدبختی که دوچار است و او جناب دکتر عزیز الله لودین است. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. درود بر شما آقای مسکینی. السلام علیکم صاحب، صحت شما خوب هستین؟ بفرمایید. بعد از وقت امروز تصمیم گرفتم که مزایم شام سلام بسیار تصمیم خوب گرفتین. برای افغانای آگاه و خردمند دو آقای مسکینیان من فقط عبور میکنم سر موضوعات امروز و دیروز هم هر چی بود که گذشت، ولی لازم است که من متاثر هستم که در نقش دفاع از اسلام یا به نام دفاع از اسلام ساوتل و شمشیر میگیرن
و در یک شهر یک در مملکت در بین بازار سر می برن و این خودش امو حرفی که گفته بود که دست با دست و بینی دندان با دندان و بینی با بینی بله. گوش با گوش و دندان با دندان او را به نام قصاص میگه که قرآن آیه داره به نام اول جروح قصاص هم از پشت سر از این که از تورات گرفته شده و ای اصلا حکم ما حالا اگر او حرفا را بزنم باز او خود تج میکنه که بنیاد در کجا هست گفت در کجا هست ولی ما احترام میگذاریم ما متاسف هستم منتها آرزو دارم که مسلمان ها علمای دین ما عظمی افعال و کردار که خودشان طرفدارای خودشان انجام میدن در تلویزیون ها نام ببرن و اونا را به اصطلاح تعدیب بکنن و اقلا از گناه آخرت که میگه من قتل نفس متعمدم فجزا او جهنم اینمی آیه را اگر یاد دارن اگر مسلمان هستن واقعا امیران بگوین و این خوب است که لکه ننگینش به پیشانی هر مسلمان واقعی میخوره. و در رابطه با چیز شما بحث داشتین انتخابات نفر مشخص خودش را داشته باشه برادر کرزی دیگه گمان نمی کنم که امریکایی قدر احمق و ساده شده که باز هم قدر پولا را بریزه که یک خاندان سلطنتی بسازه منطقه حرفای هست و من گمان میکنم که خیلی زاد شاید که این تصور کس نمیشه ولی ما کسی را کار داریم آقای مسکینیار حرف ما همی هست که من اشتباهات خود داشتم حالا موضع گیری مشخص خود دارم که راستیان وطن ما باید مستقل آزاد باشه ولی من میدانم که شما دوستای آگاه و خردمند موافق هستن که بودن امریکا به خاطر حمایت از حقوق به دست آورده چند ساله زن و مرد و اقلا دموکراسی اینمی حفظ شما در غیر از او و اتو بلای گرفتار بهیم که باز اونمو وحدت و اونمو صمیمیت و اونمو جمعیت و وحدتی که از خدا ما و شما خواسته بودین من این بگم برادرهای مجاهد ما و یا وطن پرست ما اونه دیدن که خدا برشان نصیب کرد و از این برتر میشه من آرزو دارم که امریکا در اونجا تا آخر ببانه و هیچ نره و که نمیره و هیچ مشکل هم نداریم. و حرف اخیر بسیار گذرا میگیم که اینمی قانون باید تصویب شوه و ایرا حمایتش همه ما اعلان میکنیم و ما برای شما اطمینان میتونم که یک تاریخ هست دیگه این زنایی که امروز با ای بجرأت و با ای آگاهی بیرون آمدن و اینا دیگه در خانه نمیرند هرگز نمیرند ای که طالب بخواه ای که نخواه ای که گلبدین بخواه ای که شورا چند نفر علمای منحط جیرخور پاکستانی و ایرانی بخواه یا نخواه صدای ما بشنوند که این کار فایده نداره و زنا پیروز هستن مردا پیروز هستن و زنده با نهضت زنها آزادی بیان آزادی حقوق زن تشکر زنده باشن استعمار نشن. من ممنون شما تشکر دیگه تشکر لطف کردین تصمیم کارت ولی اگر تصمیم گرفتین در راجع به شفیع عیار راجع به سیمین عمر اگر فکر کنین با این که برای شما بسیار مشکل است من میدانم از نظر اقتصادی ولی بگذار که یک نام در تاریخ داشته باشین که او را پس کنین که بسیار برنامه ننگین است. تشکر از شما زنده باشم تشکر. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. سلام مسکینیار صاحب چطور هستید؟ من خدمت شما سلام احترام تقدیم میکنم بفرمایید. من یک چیز میگفتم که نمی قاضی صاحب وردک صاحب انمی ماریار قاسم کلشند انمی سینیور هوم شیستن برای یکی گده تلفون میتن گپ میزنن کلگی تایم ویست میکنن ایچ انمی گپ هاشون ایچ با منطق نیستن ایچ نبونین که زنگ بزنن. زنده باشید تشکر. البته شما اینا در یک کشور نیستن قاضی سب خود اینجا زنگ نمیزنن و از او شخص دیگه هم که شما نام بردین مثلا اونا نمیشناسم که کی هستن و در کجا زنگ میزنن. مالیار صاحب قاصد یک شاعر است، یک نویسنده است، یک آدم مجاهد است، بیچاره در آلمان زندگی میکنه و کدام رابطه با قاضی و با سایرین نداره. خب به هر کس مخصوصا اوید وطندارای ما که سنشان اگذره بالاتر هستن اونا دلشان زیادتر به خاطر وطن میتپه و دیگر راه ندارن جزی که وقتاً فوقتاً زنگ بزنن و احساسات خود بیان کنند. من فکر نکنم که قدر جدی ما شما عمل کنیم و قدر سختگیر باشیم. درست بعضی افراد و اشخاص زنگ میزنند و با چرندیات مسائل پیش پا افتاده را مطرح میکنند که در قسمت از اونها ما کاملا با شما موافق هستم. ضمناً من از بیننده های ارجمند خود تقاضا دارم که
لطفاً از توهین و تحقیر افراد و اشخاص و هموطنان به هر شکل و بر شمایل و به هر طور که باشن خودداری کنن، برای از اینکه خدای نخواسته نشه که باز یک جنجال دیگه برپا شوه و قسم تعبیر شوه که گویا ما خودم ایده از وطندارا را یا بیننده ها را یاد میتونم که شما زنگ بزنین و قصدن این مسئله را بگین، در حالی که حقیقت به خدا معلوم است. تلویزیون آریانا افغانستان. بله، سلام به شما میرسانم. من خدمت شما سلام و احترام تقدیم میکنم و در خدمت شما هستم. بفرمایید. بله، من از کانادا شما را زامت میتم. بله، امر کنم. من فکر میکنم از دوستای عزیز خود که در مورد تبصره های شما صحبت میکنند از موضوع خارج نشند. همه مطالب شما در گزارشتان گنجانیدین و کافی مواد در مورد وجود داره. اگر دوستای عزیز واقعا میخواین که با این تصمیمی که در پیش دارن که در ارتباط پذیرفتن مبارزه برای خشونت علیه زن، ایجاد حقوق زن در افغانستان باشه، واقعا با یک برنامه آموزشی و برای نجات زن افغانستان و برای اینکه زن افغانستان آگاهی پیدا کنه و خود بشناسه موقف خود در جامعه در این موارد صحبت. درست است، بسیار به جای گفتیم. تعداد دوستان عزیز صحبتشان تقریبا خارج از موضوع است. تحقیق میشه، معذرت میخوایم. یک نواخت است با شعرا، با شعرا، این موضوعات کلش خوب است، قابل تایید است، مگر در این موارد از احساسات نباید استفاده کرد و شما صحبتهای را برای بیندازین که آقای مسکنیا را صحبتهایشان را تحقیب کنین و در زمینه ساختن پروگرام های آموزشی برای اتحاد و عدد و همدستی زنان کار کنیم. بسیار تشکر. موضوع بسیار جدی همین موضوع است. مسئله آقای عیار و امیر دچند هفته است که امیر تحقیق میکنم. من فکر میکنم که افغانای محترم دانش اجتماعی تان بالا ببرین. من معذرت میخوایم که گفه میزنم. موضوع افغانستان من فکر میکنم که موضوع داغ خود مردم ما و در سطح جهانی است و آقای مسکنیار هم هر روز در ارتباط از این گپای که ای اتکد او اتکد شما خسته می سازه نشانه بانی نشانه که از صحبت هایی که در ارتباط موضوع جدی در افغانستان است در این ارتباط صحبت های خود انجام بتن و شما همراهشان همکار متحد در صحبت هایشان باشین. تشکر بسیارم، زنده باشین. مذارت میخواییم آقای مسکنیار. نه خواهش میکنم بفرمایم. در مطلب دوم که همیشه نام علما، همیشه نام علما، خدا شاید است که من تا امروز یک عالم ندیدم که این علما حق عزیز دارم که در هر مسئله افغانستان با اینا نظر خدا بدن. اینا کی هستن؟ پارلمان افغانستان موضوعات بسیار جدی سازنده سیاسی که اینا به حیث نماینده مردم در پارلمان هستند، لطفا این موضوعات را حل کنید. دوزی ها را رمشا بخورین. هزار یک مطلب در ارتباط زندگی مردم افغانستان است، اینی را رمشا بخورین. این سر موضوعات بسیار پریمیتیف ساده که آدم متاثر میشه. نام ازیر پوهنتون بند، نام ازیر دانشگاه بند، فکر میکنیم که کل مردم بیخی نادان و بیسواد هستند. همه مردم در ارتباط افغانستان وطن خود حلقه مند است، اما این که شرایط قسمه آمده که همه گی نمیتونن مستقیما تماس بگیرن، این بکل یک مطلب دیگه است. مگر ما در هر جایی که هستیم، در هر موقفی که هستیم، برای زن افغانستان، برای مادر افغانستان کار میکنیم. در هر سطح سوی که هستیم،
در مو اندازه خود عشق و علاقه برای زندگی مردم افغانستان داریم. تشکر. و من خودم یک دکتر هستم و واقعا چیزایی ما در شفاخانه دیدیم که آدم دستمال بگیره و به حال از این انسان ها گریان کنن. این خود در سابق بود و حال ایالت از اینا در حالت زن در مرحله رسیده که من ایت نمیفهم که چی نمید جنایت آدم سرشنام بانه که در مورد از این انسان ها صورت میگیره. من از تمام برنامه سازا خواهش میکنیم، کل زن ها خواهش میکنن که مظاهرات را بسیج بسازن، صدایتان را بکشین، وقتش است. این همی وقت وقت تصمیم گیری در ارتباط سرنوشت زن است. آقای مسکینیار زنده باشین، تشکر، خواهش میکنم، وقت شما را گرفتم. زنده باشین، تشکر. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. سلام، من خدمت شما سلام و احترام تقدیم میکنم، بفرمایید سر. چرا نه؟ خواهش میکنم، بفرمایید. اول مایش وقتی که خانم کوفی پرسان کردند مسئله خشونت علیه زنان، من خشونت علیه زنان، چرا آقای رحمانی سوال جواب ندادن و اویست که شدیت یا بیسی به صفت عرف و عادات اول توجیه کردن یا دمتر جورش کردن. امی که یک دختر دربت میدم شریعتی رو در کجا گفته و آقای رحمانی به دلی جواب نداشت. در تمام سوال هم یک سوال نمی کنم، یعنی میم می خواهیم که جواب از آقای رحمانی از کسی بگیرم. و تفسیری مییز جناب مسکین یارسل، شما چرا چقدر زحمت میکشین، چقدر وقت مصرف میکنین تا یک پروگرام سیاسی درست میکنین؟ ببینیم مسکین یارسل، موضوع دین، مذهب، اسلام، اسلام کل ما شکر مسلمان استیم و اسلام بر حق ماست، اما این موضوع سب تا روز قیامت، یوم القیامه، تا او روز سب دیگونی نداره. پروگرام شما چی داره که شما در میزنین؟ امو روز ما یک تصمیم گرفتم که اصلا فرزن موضوع ما آمادگی بگیرم مقابل تمام سخنهایتان یک سوال بکنم، اما این موضوع تقریبا در بله متاسفانه بله یکی سب گیریل شد از راه برامد بلکل رفت طرف مذهب و دین. ما خواهش ما ایسه بلده. خواهش ما یا پیشنهاد بگویم که اگر شما در در شروع پروگرام ام موضوع دین بگوییم که امروز مسائل دینی نیست و یکی سرزو خط یک دیوار بکشه، برای اینکه موضوع دین سر خلاصی نداریم موضوع و طبعا دین مثلا ماست، دین ماست، دین اسلام است و این رسد دامن جده میرن مسائل سیاسی را اصلا میخواهند که از را منحرف بسازند. اینه میره خواهشم. زنده باشین، تشکر. من البته با شما کاملا موافق هستم و از پیشنهادتان استقبال میکنم و من خودم شخصا متعهد خواهد بودم با آنچه که شما گفتین و خودم هم به می نتیجه رسیدیم که وظیفه ما نیست که در این مسائل صحبت کنیم و ما بار هم گفتیم که نام خدا برنامه های مذهبی زیاد هستند، میتونن دوستای ما، عزیزای ما، وطنداران ما سوالات داشته باشند، مشکلات داشته باشند، در برنامه های مذهبی مطرح کنند. بله، اگر آقای رحمانی پیدا نشد شاید یک کس دیگه پیدا شد که جوابشان ارائه کنه. درست است. بسیار خوب، تشکر، لطف میکنید. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. تلویزیون آریانا افغانستان، تلویزیون آریانا افغانستان، اگر لطف کنین تلویزیون هایتان را پخش کنین. تلویزیون آریانا افغانستان، بله مسکین یارسل سلام علیکم. من خدمت شما سلام و احترام تقدیم میکنم، بفرمایید. میبخشید مسکین یارسل، همین اکمالله همین ملای ما که آیت قرآن خوان بر خاطر زنا، چرا به خاطر بچه بازا نمیخونن؟ چرا به خاطر سگ جنگی و شتر جنگی و بدن جنگی و آدم کشی به خاطر چرا به خاطر از این چرا نمیخونن این آیت ها؟ یعنی خاطر زنا یک کلی آیت برآمده؟ تشکر از شما. زنده باشین، تشکر. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. سلام علیکم مسکین یوسف. سلام و احترام خدمت شما تقدیم میکنم، بفرمایید. قربان شما، میخواستیم فقط یک نکته یادآور شویم. ای برادران محترم، شما که به خاطر دین خدا مبارزه میکنین، امروز یعنی از زمانی که اسلام آمده این قدر توهین به اسلام که امروز از این اسلام نماها میشه، یک گروهی که نمایندگی به الله قسم است اگر سنیا کنه، یعنی خودتان میدونن که همه ایشان وابسته به سعودی عرب هستند،
از این برادرها خواهش میکنه مثل خودم که برای تمام برادرهایی، چون یک پشتون هستیم گفتیم که برادر عقیده ما شیعه است، شما چرا اقرار نمیکنین که ما یعنی وهابیستیم یا سلفیستیم؟ ولیکن همین مسائلی که امروز شما یعنی اتحاد کردین، یعنی مرد سنگر هم نیستین که با یک دیگر از روی احساس اسلامی با سنت پیغمبر خدا بس کنیم. وردک سب شما این امی لحظه ما سر وردک سب بزرگترین یعنی بزرگترین خیانتی که امروز میکنه خواهر عزیز سیمین عمر، شما که در تلویزیون نه خواهش میکنم وردک سب سکنین، ما بیشتر من خودم شما دو دقیقه هم مرا وقت ندادین که من به تعهد خود وفادار بانم. گفتیم که مسائل مطرح نمی کنیم. امروز ما سر قانون منع خشونت صحبت می کنیم علی زنان و اون باز هم مسائل به امور دینی کشاندن و واضح سر کدام ما مربوط یک دین هستیم، یک مذهب هستیم، یک عقیده هستیم، یک باور هستیم. تلویزیون ها را نباید وسیله بسازیم برای ذکر نظریات خود بخوایم ترویج کنیم و یا ای که انعکاس بدیم. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. تلویزیون آریانا افغانستان اگر تلویزیون تانه پخش کنین کمی. صدای تلویزیون تانه پخش کنین خواهش میکنم. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. در خدمت شما هستم بفرمایید. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. تلویزیون آریانا افغانستان. آریانا افغانستان بفرمایید. سلام مسکین صاحب محترم. من خدمت شما سلام و احترام تقدیم میکنم. امر کنین بفرمایید، من در خدمت هستم. مسکین صاحب محترم، عرض دیگه دارم که بسیاری کسانی که من ابراهیم سپاس هستم از نیدرلند گپ بفرمایید. سپاس میان صاحب تلویزیون گپ میزنن با وقتی که صاحب از اینجا رخصت شدن رفتن با بدگویی شروع میکنن. یا ببین وردک صاحب، ممکن یک وقت خوب یادم از مسکین یا صاحب محترم که 3 سال پیش بود یا 2 سال پیش شما برش گفتی که کلیم تلویزیون آریانا را بکش. خوب بیاد دارم متاسفانه شما مریض شدین صاحب، لطف خدا شد که صحتمند شدین دوباره آمدین. باز یادم صاحب زنگ زد، دم هر برنامه هم زنگ میزنه و روزدگان در برنامه یک زن نگه زنگ میزد و خمینی رو صفت میکرد چقدر مردم کت زمین کت قاضی صاحب بذاب هست. خدا لطف خداش نکنه قاضی را صاحب جواب داده. این سرور وردک هم یک بار گفتین، باز اینا رو باز برش میگیم که سرور وردک صاحب این برنامه را از مسیرش نکش. بانک ما صحبت های مردم بشنیم، بانک ما صحبت های مسکینی ها صاحب بشنیم. بلی از خدا جز بخاطرم و کربلا و حسین و حسن برمو عقیده داری با ما قسم این رو دکه تو دیگه این تلویزیون زنگ بزنی. یعنی بلی آدم نجف هشرف و امام حسین و میدی آخر زمان دیگه زنگ نزن. بگون که ما صحبت مردم بشنیم، بگون که ما صحبت های مسکینی ها استفاده کنیم، از برادرهای ما که زنگ میزنن از ما استفاده کنیم دیگه مزاهم نشو. اینمی عرض مبود برم این زنده باشین. تشکر، لطف میکنیم. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمین. آریانا افغانستان. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمین. ما هم خدمت شما سلام و احترام تقدیم میکنم، در خدمت شما هستم. شما را از لندن زحمت میکنم. بفرمایید برادر ارجمند، بفرمایید. خواهش ما مسکینی ها صاحب بزرگوار، ایک قدر به شما احترام داریم که هر شب و هر روز اولین بار هم است که من تلفن رو میربان هستم. من دیگه بفرمایید. کدام وقت من خواهش از شما میکنم، یک خواهش بفرمایید. خواهش میکنم، خواهش برادران از بفرمایید. امر کنم احمق که عالم توهین هم کنم دیگه. امی وردک، امی امیر دیگه وردک یا به نام عظیم این کدام کسی هست؟ بله نه، او عظیم اینجا زنگ نمیزنه. بله خوب تو آقای نمیره برادر، من دیگه هیچ کدام چیز ندانی. یک نوکر ایران هست، یک سگ ایران هستک. می خواهش میکنم، خواهش میکنم. یک فروخته ایران هستک. حتما. ماش میگرفت از سفارت. خب تشکر بسیار. زنده باشین. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمین. آقای مسکینیار درودی بی پایان عرض ادب دارم. السلام علیکم صاحب. صحت شما خوب هستین؟ بفرمایید. جوان هستین. آقای مسکینیار، من هموطنان را درود میفرستم. موضوع خشونت زن در قضای سیاسی افغانستان فکر میکنم حل نمیشه و باقی میمونه. به این عنوان باقی میمونه که
کسانی که در رأس قدرت قرار دارن آقای لطیف ابراهیمی ایزاده ولسوالی امامصاحب است ولایت قندوز، ایشان 4 زن دارن و پدرشان 5 زن داشتن و هم برادرشان به نام عامل لطیف، ایشان که برادر از اینا هستن مربوط باند اسلامی بودن، قبلا ولایت قندوز والی بودن 4 سال، یک خانواده بسیار زیاد منفور هستن که اینها در قضایای افغانستان جنایت را کردن که تن بدنی صاحب ولایت قندوز امروز به خون آلوده هست. افراد اشخاصی که انگ شمار است در پارلمان افغانستان آقای مسکینیار اینها هر کدامشان 4 زن و 3 زن دارند. هیچگاه اینها احترام به خشونت زن، به قانونیت زن احترام نمی کنند. به خاطر از اینکه شما شاهد سن هستین که ما اکثرا قماندان های را در شمال افغانستان من خودم میشناسم، هر کدام از اینها 3 زن و 4 زن دارند. مثلا شما ببینید اینها رفتن در تاجیکستان زن در اونجا گرفتن، خانه ها برای اونا خریدن، یا در ازبکستان هم این کار انجام دادن، در دبی هم این کار انجام دادن. آقای گلاقای شیرزای این مشکل داره. اکثر از اینا هیچگاه اینا تعوین به زن میکنن و اکثر گروه هایی که امروز مخالفت میکنن اینها در زیر استخبارات های سازمان های بیگانه قرار دارن، پاکستان، آیسای پاکستان و وابیای سعودی. امیدوار هستم که مردم ما هوشیار شوند و صحبت های آقای اکبری دیروز من بسیار هر زیاد و احترام میگذارم. امیدوار هستم که در برنامه بیاین و از این گروه هایی را که نام گرفتن دیروز و این چهره های جنمی جنایتکار که هنوز هم در زیر استخبارات وابی های حرب کار میکنن افشا بکنن. من افتخار میکنم به صحبت دیروز از اینا که دیگر اینها از این دکانداری ها مردم خلاص و از ایریا شون از این چلندگوی ها و هزیه و سرای از اینا. یک جان تشکر آقای مسکینار که مروان زنده باشین. تشکر، لطف میکنن. دیروز تصادفاً یکی از بیننده های ما از یک از ولایات افغانستان زنگ زدن، یک خانم بود و خودشان معلم یا معلمه است در یکی از مکاتب یکی از ولایات. من نام ولایت نمیگیرم، نام شهر و جاده و گفته مردم ناحیهشان نمیگیرم. او قصه میکرد، گفت پدر ما 3 زن داشت، پدر ما 3 زن داشت و ما یک طویله داشتیم. در طویله ما در حدود 4 دانه گاو داشتیم، 3 دانه گوسفند داشتیم و 2 دانه خر داشتیم. گفت او قسم میخورد که خدا را میگفت شاهد میدانم، خدا گواست که همه 3 زن پدر ما با همی حیوانات در یک طویله زندگی میکردن. هر شب پدر ما یک اتاق جدا داشت و می آمد یک از این زنها را از طویله خارج می کرد و می برد بایی می خوابید. من امی خانم میگه، امی معلمه میگه، میگه من یک از اولادای امی 3 زن هستم که مادر من سالها با حیوانات خوابیده. منظورم است که سالها در سپری کرده تا صبح در طویله زندگی کردن. کار از دیگه نبره. یعنی شما ببینید که در کشوری که بدبختی و بیچارگی و بیدانشی و بیسویگی و بیسوادی و بیعدالتی به این شکل بیداد میکنه و زن به مثل حیوان بایش رفتار میشه و یک جامعه سنتی مرد سالاری، بسیاری ها فکر میکنن که این کارا تنها مربوط یک قوم و یک قبیله در افغانستان است. نه خیر، این فرهنگ است که در افغانستان همگیر شده، در سراسر افغانستان این چیز همکنون وجود داره. همچنان که در مورد بچه بازی زمان میگفتن که مربوط نمیفهم ولایت قندهار است یا ولایت لوگر است یا دیگه است، اما امروز در شمال افغانستان میبینین به گفته آقای خراسانی که اکثر قماندانا و جنگسالاران نه تنها ای که 3 زن و 4 زن دارند، بلکه در پهلوی خانمهای خود یک 2 بچه، 3 بچه یا حتی یک بچه را هم نگهداری میکنن. خب با این جامعه، با این طرز تفکر ما در کابل نشستیم، علیه قانون، به طرفداری از قانون منع خشونت علیه زنان شعار میتیم. این هیچ همگونی نداره، برای اینکه مملکت ما شما خشت اولش کج نهاده شده. ما تا پایان، حتی تا پایان دوره حکومت دکتر نجیب، از نقطه نظر شعور فکری، شعور سیاسی، ما به یک جایی رسیده بودیم. اما ببینید که ما امیدوار هستیم که کردیت شه برای کمونیستان نتین.
که حالا باز بگین که ندیدی که والا این آدم جانبداری یا طرفداری کرد، نخیر، او سیر تاریخ بود، سیر تاریخ بود که به این شکل آمده بود. شما فکر بکنین که از زمان حکومت امان الله خان قاضی تا امروز چند سال سپری میشه و امان الله خان قاضی قربانی ریفورمای شد که او بر افغانستان پیش از وقت تلقی شده بود یا توجیه شده بود و دیدن که امو قشر متحجر عقبگرا چی کارهایی نکردن تا سلطنت او را به سقوط مواجه ساختن. بعدن شهید سردار محمد داود خان در مورد احقاق حقوق زنان افغان بسیار مدبرانه و زیرکانه و هوشیارانه حرکت کرد و زن افغان ای آزادی رو برش داد تا از خانه بیرون شوه، به زن افغان ای آزادی رو داد که زن باید بره تحصیل کنه، ای آزادی رو به زن داد که زن صدای خود بلند کنه، ای زن به زن ای آزادی رو داد که بره در ادارات دولتی کار بکنه. دمو وقتم در ولایت قندهار، در ولایت قندهار که مهد امو یعنی ولایتی بود که خود داود خان مربوطش بود، در اونجا همچی بلواها و اختشاشات بلند نشد. در ضدیت با حقوق زن و در استمرار خشونت علیه زن، با وجودی که آدم با بسیار هوشیاری و با بسیار زیرکی کار کرد، متاسفانه امروز ما 100 سال نه 150 سال نه ما 200 سال بعقب برگشتیم. بنان هر چیز باید از صفر شروع شود. ما در هفته گذشته گفتم آنچه را که خانم فوزیه کوفی انجام داد شاید بسیار عجولانه بود، شاید از ترس ای که مبادا در دور حکومت در دوره آینده رئیس جمهوری که به قدرت میرسه شاید قانون پس به اصطلاح باطل اعلان کنه، به صورت عجولانه این قانون آورد در پارلمان افغانستان در روسی جرگه و ندیدیم که باید در یک واکنش یا عکس العمل بسیار شدید مواجه شد. میگذاشت همین دو سال که گذشته بود، یک سال دیگه هم سرش میگذاشت، من اطمینان دارم که افغانستان دیگه به عقب نمیره. هر کسی که رئیس جمهور افغانستان شوه بهتر از حامد کرزی بود خواهد بود و هر کسی که رئیس جمهور افغانستان شوه افغانستان به پیشرفت و به ترقی سوق خواهد داد، نه به عقب گرایی، به عصر حجر، به عصر بیقانونی، به عصر بیعدالتی و به عصر دزدی و غارت و چپاول که متاسفانه ما 36 سال است که دستخوش این حالت هستیم. بر صورت بریندار جمعن در مورد انتخابات آینده افغانستان و کاندیدان احتمالی بر احراز مقام ریاست جمهوری افغانستان یک برنامه خاص کار است. تا هنوز مشخص نیست که کیها کاندید هستند. جسته و گریخته مثلا شنیده میشه در منطقه عینومینه قندهار آقای محمود کرزی میره به طرفداری از برادر خود فرض کنین فعالیت میکنه و شعار میته. اما یک چیز ما میخوایم به خدمت شما عرض کنم که اترام نیست که امریکایی ها به دنبال وارث از خانواده کرزی باشه و اترام نیست که جامعه افغانی که امروز به او حدی از شعور سیاسی و فکری رسیدن دیگه به کس اجازه بده که اونهایی که در گذشته امتحان دادن یا مثال معروف از کسایی که تجربه شدن بازم اونا یعنی بیاین و از امام امور در افغانستان بدست بگیرن. و فکر میکنم او آغاز یک شب سیاه دیگه، یک شب ظلمانی دیگه و یک زندگی تاریک و یک زندگی پر از وحشت و پر از استراب دیگه برای مردم افغانستان خواهد بود که ما او سرمه را که یک بار آزمودیم بازم مورد آزمایش قرار بدیم. همه شما را به خدا میسپارم. روز و روزگار بر شما خوش بگذرد. انشاءالله روز پنجشنبه در برنامه از گپ گپ میخیزه مهمان خانه های شما خواهم بود. باز
آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. مراسم ترحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بازگشت همه به سوی اوست. حاجی محمد طاهر نادری شوهر، بی بی حاجی شاگل نادری خانم دوم شوهر، عبدالباقی نادری، فریدون نادری، میرویس نادری، فواد نادری، جواد نادری و فرهاد نادری پسران، طاهره نعیمی، سیما توخی، شیما بارگزی، نسرین پایمرد، شکیلا محبوبی و ترینا عبادی دختران، کریم نعیمی، حفیظ توخی، خلیل بارگزی، جمشید پایمرد، کریم عبادی، وحید محبوبی دامادان، نسیمه نادری، شیما نادری، نوریه نادری، ویدا نادری، شارکه نادری، حسینه نادری و حسنا نادری عروسان، محمد قادر نادری و محمد ظاهر نادری برادران شوهر، بی بی حاجی انیسگل نظری خواهر شوهر، نسبت وفات مرحومه مغفوره شابیبی بنت عبدالرحمن که جنازه قبلا در کابل به خاک سپرده شده است، به اطلاع دوستان می رسانند که مراسم فاتحه به روز پنجشنبه 30 ماه می از ساعت 2 الی 4 بعد از ظهر در مسجد جامع انصار ویشتربخ اشتراسه شماره 95 فرانکفورت 6386 کشور آلمان برگزار می گردد. ورود دوستان و علاقمندان باعث خوشنودی روح متوفا و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد. انا لله و انا الیه راجعون. منصوبین و کارکنان شبکه جهانی آریانا افغانستان مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده های عزادار ابراز نموده، از بارگاه ایزد متعال برای مرحومه اجر جزیل و به بازماندگانش صبر جمیل استدعا می نمایند. انا لله و انا الیه راجعون.